سلام سلام، امیدوار استم صحتمند باشین. در سلسله آموزش برنامه برد هستیم و تا جایی که ببینیم موضوعات برای شما توضیح داده بودم تا کجا بوده. بالای موضوعی به نام بلینک داکومنت کلیک میکنم اینجا و بعدش هم در تیبی که ما شما رسیده بودیم اگر یادتون باشه موضوع ویو بود. آخرین موضوعی که برای شما توضیح دادم اینجا موضوع میکروها بود که برای شما توضیح داده شد و در دو ویدیو روی میکروها صحبت کردم. بعدش دیگه گزینه‌ای نداریم. موضوع به نام پراپرتیز، موضوع پراپرتیز است و گپ خاصی وجود نداره که بعدا روش صحبت میکنیم. و در کل تیبای مختلف شروع کردیم. در کانال یوتیوب مراجعه کنین، برای هر بخش یک پلیلیست جداگانه دیزاین کردیم. یعنی برای تیب هوم یک پلیلیست است و را میتونین شما روار تیب هوم ابتدا ختم کنین و بعدش هم پلیلیست برای انسرت، پلیلیست برای دیزاین، پلیلیست برای لی اوت، پلیلیست برای رفرنس و میلینگ و ریویو و بعدش هم برای ویو همچنان یک پلیلیست جداگانه ساختیم. در کل همه موضوعات برای شما توضیح داده شده. بازم اگر سوالی داشته باشین در هر پستی که شما کامنت کنین، کامنتتون رو من خودم شخصا همه کامنت ها رو وقت میگذارم، چک میکنم و که به مشکلات شما رسیدگی شوم. داینده انشالله تصمیم دارم که اگر کومنت های شما شوه که یک ویدیو تهیه کنم که خودم در او ویدیو باشم و کومنت های شما را در ویدیو برایتان جواب بتونم. بعضی کومنت ها البته میتونه موضوع خوبی باشه. در کل در برنامه ورد موضوعات کوشش کردم که به شکل جامع و کامل برای شما توضیح بتونم و بازم یعنی زمانی که منیوها و این مسائل از برنامه ورد ختم شوه، بعد از او بعضی پروژگک های کوچک و بعضی مسائل دیگرم یک یک ویدیو برای شما اپلود میکنم. ولی برنامه بعدی که انشالله شروع میکنیم، نظر بمو نظری را که من میگرفتم چند پروگرام لیست کرده بودم. یکی برنامه اکسل، بعدش هم برنامه فوتوشاپ، برنامه اکسس. دوستایی که رای دادن برنده برنامه اکسل برای فعلا شد و در کنارش در درجه دوم برنامه فوتوشاپ قرار گرفت که من کوشش میکنم برنامه اکسل شروع کنم، در کنارش برنامه فوتوشاپ هم بعضی پروژگکایش کار میکنم و یا آموزشش هم ممکن است در کنارش شروع کنم. به هر حال در این ویدیو روی موضوعی که صحبت میکنیم، تیب فایل برای شما جدا آموزش ندادیم. فقط از قسمت فایل میقدر میفهمین که از موضوعی به نام سیو یا سیوز استفاده کنین. موضوعات فایل میخواییم در این ویدیو به شکل کاملش برای شما توضیح بتوم و موضوعات اگر زیاد شد باز در ویدیوی بعدی روی ادامه موضوع صحبت میکنیم. سلام، عارف حسینی هستم، به کانال آی تی وید خوش آمدید. هفته چندین ویدیوی آموزشی به طور منظم در کانال اپلود می‌گردد. برای اینکه ویدیوهای بعدی را از دست ندهید، کانال را سابسکرایب کنید و علامت زنگ را فشار داده گزینه آل را انتخاب کنید. ادامه آموزش را دنبال کنید. ببینین همیشه از زمانی که ما و شما از برنامه برد استفاده میکنیم، خب بنابر ضرورت یک گزارش تهیه میکنین هر چیزی که باشه. نیاز به ذخیره سازیش است. برای فعلا فرض کنین من یک گزارش تهیه میکنم، گزارش معاشات باشه، رین قوس باس قوس بسته میگیرم چون یک مثال است و برای فعلا میفهمین که دیتا ذخیره نشده. مخصوصا اگر از کامپیوتر دسکتاپ استفاده میکنین، برق کامپیوتر شما قطع شوه و اگر گزینه آتو ریکاور فعال نباشه در برنامه ورد، دیتایتان مکمل که زحمت کشتن لاست میشه. وقتی برنامه ورد باز کنین چیزی نداره. خب مسلما همیشه فایلتان رو وقتی که یک مقدار نوشته میکنین سری برین ذخیرهشان کنین. پس در اون صورت میریم در صحه فایل و میتونیم از گزینه سیف یا گزینه سیو از استفاده کنیم. اما اگر برای اولین بار فایلتان رو ذخیره میکنین، همو بهتر است که میرین بالای گزینه به نام سیف کلیک میکنین یا بالای سیو از هم مشکل نداره. وقتی که اینجا کلیک کردین، برنامه ورد از شما سوال میکنه که کجا ذخیره میکنین. در داخل همین کامپیوترتان ذخیره میکنین یا در وان درایو. دوستایی که وان درایو داشته باشن در کلاود، در اینترنت دیتای خود میتونه ذخیره کنه که من وان درایو دارم، در ایمیل آدرسم است. به هر حال برای فعلا در وان درایو ذخیره نمیکنیم. اگه خواستین در این قسمت هم ویدیوی آموزشی برایتان میتونم تهیه کنم. فعلا دمی لوکال، دمی کامپیوتر فعلی خود ذخیره میکنیم. در کجا؟ در مکانایی که قبلا ما ذخیره کردیم عینی مکاناست. پیشنهاد میکنه برنامه ورد که در این مکانا قبلا ذخیره کردی، با یک کلیک میتونی اونجا دوباره ذخیره کنی. خب اگه خواستین از این موقعیت ها استفاده کنین، به گونه مثال در روی دسکتاپ میخوام. میگه در این هفته در روی دسکتاپ فایلای ورد ذخیره کردی، کلیک میکنم اینجا در روی دسکتاپ میتونیم ذخیره کنیم. و اگر از این گزینه خوشتون نامد، پس در اون صورت در یک موقعیت دلخواه میخواین ذخیره کنین، میتونین از موضوعی به نام
براوز استفاده کنین یا از گزینه دسپیسی همچنان میتونین استفاده کنین. موقع دلخواه، پس در صورت بالای موضوعی بنامی براوز میایم، اینجا کلیک میکنم و بعدش هم مشکل رفع است. ما سمت بالا حرکت میکنم، در روی دسکتاپ میخوایم ذخیرش کنم، لوکیشنش انتخاب کردم. نام فایلتان میگه چی باشه، نام فایلتان رو مشخص میکنین. میم نام فایل ما درست است، کلیک میکنم بالای موضوعی بنامی سیف، فایل ما ذخیره شد. ببینین برای فعلا فایل ما در کجا ذخیره شده، در روی دسکتاپ کلیک میکنم کلوز. اینجا میبینین فایل ما و شما به نام رپورت سیلری اینجا ذخیره شده، ولی میخوایم که بازش کنم. بالایش راست کلیک میکنم، بعدش هم میفهمین که از کدام گزینه، از گزینه به نام اوپن استفاده میکنیم. فعلا فایل ذخیره شده و اگر بخواین که برای بار بعدی ذخیرش کنین، پس در صورت میتونین برین روی موضوعی به نام فایل و بعدش هم از گزینه به نام سیو از استفاده کنین. ببینین شاید سوال کنین چرا برای بار دوم ذخیره کنیم. فعلا فایلی که ما و شما در روی دسکتاپ داریم ای دیپندنسی داره، یعنی با کدام برنامه باز میشه؟ فقط با برنامه ورد باز میشه. اگر یک رفیق، دوست و همکار ما برنامه ورد نداشته باشه، قطعا این فایل باز نمیتونه. ما میخواهیم جنسیت فایل تغییر بدیم، پس اگر میخواستین جنسیت فایل تغییر بدین، برین مو فایل باز کنین، کلیک میکنم بالای موضوع به نام اوپن که فایل باز شود. زمانی که فایل باز کردین، هدفتون نیست که جنسیتش تغییر بدین. خب برای که جنسیتش تغییر بدین، میرین بالای موضوع به نام فایل کلیک میکنین و از کدام گزینه باید استفاده کنین؟ از موضوعی به نام سیو از استفاده میکنین. کلیک میکنم بالای موضوعی به نام سیو از و بعدش هم گزینه‌ای که ما و شما اینجا داریم موضوعی است به نام براوز. کلیک میکنم بالای گزینه به نام براوز و لوکیشن انتخاب کنین. لوکیشن ابتدا انتخاب میکنم، میگم در روی دسکتاپ ذخیره شوه. لوکیشن در زمانی که انتخاب کردین، نام فایلتان اینجا مشخص میکنین و در کنارش باید نوعیت فایلتان رو مشخص کنین. فعلا ببینین نوعیت فایل اینجا چیست؟ Word Document. من میخوایم نوعیت فایل چینج شوه، پس در صورت کلیک میکنین اینجا و نظر به مو دانش و فهمتان میتونین استفاده کنین. فعلا میخوایم که فایل جنسیتش تبدیل شوه، فایل DOCX نباشه، فایل PDF باشه. پس در صورت گزینه PDF اینجا انتخاب میکنم و بعدش هم بالای موضوعی به نام سیف کلیک میکنم. میبینین موفقانه تونستیم فایل خود را به یک فایل PDF تبدیل کنیم. روی دسکتاپ مراجعه میکنیم رپورت سیلری و اینجا میبینین که یک فایل PDF وجود داره، رپورت سیلری. اینو میتونیم برای همو دوست و رفیق خود بتیم که برنامه آفیس پکیج در کامپیوترشان نصب نداره. اگر بخوایم باز کنیم راست کلیک، بعدش هم بالای گزینه به نام اوپن کلیک میکنم، میبینین دیپند با برنامه ورد نداره و مستقیم باز میشه. بسیار خوب، میم کلیک میکنم بالای موضوع به نام کلوز، پس دوباره فایل خود باز میکنیم. اما از موضوع به نام سیو از استفاده بیشتر میتونین. بالای موضوع به نام سیو از کلیک میکنم، بعدش هم براوز. جنسیت فایل میخوایم تغییر بدم، مثلا میخوایم PDF نباشه، میخوایم که یک فایل ساده باشه. فایل های نوتپد شاید دیده باشین که یک تکست فایل است و همه کامپیوترها میتونه بازش کنه. پس در اون صورت اگر میخواستین که یک به پلین تکس و تکس ساده تبدیل شود، اینجا گزینه پلین تکس انتخاب میکنین، جنسیتش تغییر میکنه. بالای موضوعی به نام سیف کلیک میکنم و بعدش هم کلیک میکنم بالای گزینه به نام اوکی. مینیمایزش میکنم، در روی دسکتاپ میبینین چقدر خوب اینجا گزینه ایست به نام رپورت سیلری. و اگر بالایش بیم راست کلیک کنم و اوپنش میکنم، با کدام برنامه تکس ما و شما رپورت سیلری باز شد؟ با برنامه نوتپد باز شد. جنسیت فایل نظر به مو علم و دانشی که دارین میتونن تغییرشان بتن. ای ربط میگیره به ای که شما چقدر برنامه رو خوندین و میفهمین. مثلا من حیث فایل های صفحات ویب و غیره میتونین همچنان ذخیره کنین و از این لیست در کل میتونین استفاده کنین. بسیار خوب، ببینین موضوع دیگه ای که میخواییم اینجا برای شما توضیح بتم. با سیو و سیو از آشنا شدین، بعدش هم موضوع بعدی. برای فعلا محیطی که ما باز کردیم یک داکومنت از برنامه ورد است. اگر میخواین که یک داکومنت خالی ایجاد شوه، میفهمین میریم در صفحه فایل، بعدش هم بالای گزینه برنامه نیو کلیک میکنیم و بعدش هم میتونین از تمپلیت هایی که در قسمت پایین وجود داره استفاده کنین. اینا شاید بگوین چیست؟ اینا تمپلیت است. اگر مثلا روش تهیه سی وی را ترتیبش نفهمین، از اینجا استفاده میکنین. اگر یک گزارش میخواین تهیه کنین، مثلا یک گزارش اقتصادی باشه، از اینجا میایین رپورت نمونهش را پیدا میکنین، کلیک میکنین، تکستون فقط درج میکنین، ترتیبش پیش از پیش تمپلیتش مشخص شده.
خب این موضوع میتونه شما را بسیار کمک کنه، از یکی از این نمونه استفاده میتونین. مثلا اگر بیایم کلیک کنم اینجا، درست است و میبینین چقدر خوب همین تمپلیت برای من لود میشه. فقط من موضوعات رو باید فیل کنم، در قسمت اسکلز مهارت های خود نوشته کنم، در قسمت ایژوکیشن خودش راهنمایی کرده. اگر محیطی کاملا خالی میخواستین، بالای فایل کلیک میکنین، نیو و بعدش هم از گزینه به نام بلینک داکومنت استفاده میکنین. کلیک میکنم اینجا، یک محیط کاملا خالی، علامه مساوی رنج قوس باز قوس بسته. با شارکتش هم آشنایی دارین، از کیبورد میتونین کنترل فشار بگیرین، بعدش هم این پرس کنین، یک محیط جدید ایجاد میشه. اگر از قسمت فایل، از قسمت نیو، از قسمت بلینک داکومنت نخواستین استفاده کنین. موضوع بعدی چیزی که ما و شما داریم موضوع اوپین است. میگن احیانا اگر شما پیش از پیش برنامه ورد باز کرده باشین و از طریق برنامه ورد میخواین فایل مورد نظرتان را باز کنین، باز در صورت میتونین از موضوع بنام اوپین استفاده کنین. ورد برفرض مثال برای فعلا ما باز کردیم و میخواییم که یک فایل باز کنم، پس میرم در صحه فایل، بعدش هم از گزینه اوپن استفاده میکنم، کلیک میکنم اینجا. بازم ما قضیه از کانفیوز نشوین، میگه اینی فایل ها رو دمی روز باش سر و کار داشتین، آیا از امی فایل ها میخواین که از یکشان استفاده کنین، مستقیم بالایش کلیک کنین برایتان باز میشه؟ اگر این فایل ها رو ضرورت نداشتین که برنامه ورد تقریبا شما رو کمک میکنه، فایل هایی که دمی اواخر استفاده کردین پیش رویتان میاره، میگه ممکن است که بازم از اون فایل ها استفاده کنین. نمونهش مثلا رپورت سلری، من پیشتر ذخیرش کردم، شاید پس ضرورت شوه که بازش کنم. بله امیره میخوایم باز کنم، میم کلیک میکنم اینجا، رپورت سلری برای ما باز شد. میتونین در صحه فایل از موضوع اوپن استفاده کنین، اما اگر از یک موقع دلخواه میخواستین یک فایل باز کنین که او فایل دهی سلسله برای شما لیست نشده، پس در اون صورت میتونین از دس پی سی یا از موضوعی به نام براوز استفاده کنین. میم بالای براوز کلیک میکنم، از موقع دلخواه یک فایل باز میکنم. از کجا؟ از روی دسکتاپ، درست؟ و بعدش هم کدام فایل؟ رپورت سلری انتخابش میکنین، بعدش هم بالای موضوعی به نام اوپن کلیک میکنین، مشکل برای شما رفع میشه. بسیار خوب، در صحه فایل میتونین از قسمت نیو، بعدش هم میتونین از قسمت اوپن و بعدش هم میتونین از سیو و سیو از استفاده کنین. لایک و کامنت این مسائل یادتان است. سرفراز و موفق باشید. کانال آی تی وی ده برای سایر دوستایتان که همراهشان به تماس هستین همچنان پیشنهاد کنین، موضوعاتی که من در کانال میگذارم اونا همچنان استفاده کنن. موفق باشید.